آغاز کار یک شبکه آبرسانی در شهر ایبک مرکز ولایت سمنگان. مسئولان محلی سمنگان میگویند این شبکه آبرسانی با هزینه 22 میلیون که از سوی دفتر یونیسف پرداخت می شود آغاز شده است و پس از تکمیل آن بیش از 1000 خانواده از آن مستفید خواهند شد. امروز افتتاح همین پروژه خوشنحال تقریبا با هزینه 22 میلیون افغانی از طرف یونیسف و تقریبا 8.5 کیلومتر شبکه آبرسانی انشاءالله از طرف شرکت محترم ریکول تطبیق می‌گردد. زر و نیم زر نفوس ترسیگی دی و بول لحاظ دیر کم دی و بول لحاظ دیر سوزیدلی و دغه پروژه تکمیل سی او به ورسیگی نو انشاءالله د ټول خلکو د مشکلات به رفسی. کار این شبکه آبرسانی یک سال را در بر خواهد گرفت. باشندگان این ولایت میگویند که با تکمیل کار این شبکه به آب صحی دسترسی خواهند یافت، زیرا در گذشته آنان به آب صحی دسترسی نداشتند و استفاده از آب غیر صحی سبب شیوع امراض مختلف میشد. در نهایت مشکل ما به سر می بردیم که به خصوصا در گرمای سال به هزارها افغانی در سر یک متر کل مصرف می شدن و این مشکلات ما برطرف نمی شدن. در شل کرا که در مشکلات سر مونگم خامو خو خیدی چکل رو بنویدی در بسی و سراغ دیم در حسلی مستقیق دی سمنگان و در منطقه و خرابی سرک ها، کمبود خدمات صحی و نبود مراکز آموزشی از دیگر مشکلات باشندگان مناطق دوردست سمنگان به شمار می رود که باشندگان آن از حکومت می خواهند توجه بیشتر در بخش توسعه و بازسازی این ولایت داشته باشد.